سرخط خبرها. وقوع انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 25 کشته و زخمی بر جا گذاشت. طالبان در گردیز اجازه دادند دختران بالاتر از سن 6 به مکتب بروند. تیراندازی نظامیان پاکستانی بر مسافران افغان در اسپین بولدک 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت. یک زن توسط پسران کاکایش در ولایت ننگرهار به قتل رسید. در پی حادثه ترافیکی در ولایت فاریاب 6 تن کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و طالبان یک دانشجوی سمستر اول یک دانشگاه خصوصی را رئیس صحت عامه ولایت جوزجان تعیین کردند. با خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 سنبله برابر است با 5 سپتامبر سال 2022 میلادی. مشروح خبرها. انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 25 کشته و زخمی بر جا گذاشت. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در نتیجه انفجار امروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 25 نفر کشته و زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز در نزدیکی سفارت روسیه در جاده دارلمان شهر کابل رخ داد. هرچند تا هنوز آمار دقیق کشته شده ها و زخمیان این انفجار مشخص نیست، اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که 2 کارمند این سفارت نیز در میان کشته شدگان رویداد امروز هستند. به نقل از رسانه های روسی، مهاجم انتحاری مواد همراه خود را در گوشه ای از دروازه اصلی سفارت روسیه در کابل منفجر کرد و افراد را هدف قرار داد که برای گرفتن ویزا در صف ایستاده بودند. گفته می شود که این انفجار زمانی رخ داده است که یکی از کارمندان سفارت روسیه و سمت افرادی که در صف منتظر بودند در حرکت بود. بر اساس آمارهای اولیه دست کم 25 کشته و زخمی از این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. تا هنوز هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. طالبان در گردیز اجازه دادند دختران بالاتر از سن 6 به مکتب بروند. دختران بالاتر از سنف 6 در شماری از مکاتب گردیز مرکز ولایت پکتیا از 2 هفته به این طرف مکتب می روند. و گفته منابع در والسوالی سمکنه نیز شماری از مکاتب بروی دختران باز شدند. ریاست معارف طالبان در ولایت پکتیا و مسئولان محلی این گروه تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. یک دانش آموز سنف 11 لیسه حلیمه خزان در گردیز می گوید که وی از 12 روز به این طرف و مکتب می رود. این دانش آموز می گوید که با کمبود کتاب مواجه هست. این دختر نوجوان می افزاید که تعطیلات طولانی مدت بر آموزش وی تأثیر منفی گذاشته است. مکاتب متوسطه و لیسه دختران در کابل و اکثریت ولایت ها بر روی دختران بسته باقی ماندند. طبق وعده طالبان قرار بود تمام مکاتب به تاریخ 3 ماه حمل سال جاری خورشیدی بازگشایی شوند، اما در همین روز وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا امر ثانی بسته خواهد ماند. برخی از دختران دانش آموز در این روز با چشمان گریان به خانه برگشته بودند. تیراندازی نظامیان پاکستانی بر مسافران در اسپین بولدک 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت. منابع در قندهار میگویند که نظامیان پاکستانی بر مسافران در دروازه اسپین بولدک و چمن تیراندازی کردند و در نتیجه 1 نفر کشته شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. یک منبع میگوید که این تیراندازی صبح امروز انجام شده و پس از آن مسیر اسپین بولدک و چمن بر روی موترهای باربری بسته شده است. و نقل شاهدان عینی در تیراندازی نظامیان پاکستانی فردی به نام سلطان کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده است که تمام قربانیان این رویداد شهروندان افغانستان بودند، اما در چمن پاکستان زندگی می کنند. منابع می گویند که نظامیان پاکستانی در ابتدا دستور ایست داده بودند و سپس شلیک کردند. با نقل شاهدان عینی در پی تیراندازی نظامیان پاکستان مسافران و شهروندان افغانستان در چمن دست و اعتراض زده و جاده را بر روی موترهای باربری مسدود کردند.
یک زن توسط پسران کاکایش در ولایت ننگرهار به قتل رسید. منابع محلی در ننگرهار میگویند که یک زن بیوه از سوی پسران کاکایش با شلیک گلوله به قتل رسیده است. این رویداد امروز دوشنبه در ساحه کچری ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار رخ داده است. منابع میگویند که در نتیجه شلیک پسران کاکای این زن پسر اونی زخم برداشته است. به نقل از باشندگان این ولایت، علت واقعی این رویداد اختلاف بر سر زمین میان این زن و پسران کاکایش بوده است. منابع میگویند که پسران کاکای این زن بیوه زمین های او را تصاحب کرده بودند و او برای گرفتن حق خود در برابر پسران کاکایش پرونده باز کرده بود. دعوای حقوقی در روستاهای افغانستان هر ازگاه منجر به جنجال های کلانتر می شود. حادثه یه ترافیکی در ولایت فاریاب 6 کشته و 10 زخمی برجا گذاشت. باشندگان ولایت فاریاب خبر دادند که در نتیجه وقوع یک رویداد ترافیکی 6 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته منابع این رویداد امروز دوشنبه 14 سنباله در روستای حدبخشی ولسوالی خانچارباغ ولایت فاریاب رخ داده است. برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از منابعشان گزارش دادند که این رویداد در نتیجه برخورد یک تراکتور با موتر از نوع فلانکوچ به وقوع پیوسته است. قربانیان این رویداد 4 زن، 1 کودک و 1 مرد گفته شده و 10 نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. و خبر اخیر این که طالبان یک دانشجوی سمستر اول یک دانشگاه خصوصی را رئیس صحت عامه جوزجان تعیین کردند. باشندگان جوزجان خبر دادند که طالبان دانشجوی سمستر اول یک دانشگاه خصوصی را به حیث رئیس صحت عامه این ولایت گماشتند. این دانشجو مولوی ذبیح الله حسینی نام دارد و از اعضای گروه طالبان است. وی 2 ماه می شود آموزش‌های عالی را در یک دانشگاه خصوصی جوزجان آغاز کرده است. باشندگان جوزجان بر روزنامه 8 صبح می گویند که حسینی روز یک شنبه از سوی معاون والی طالبان در این ولایت و حیث رئیس صحت عامه طالبان در جوزجان معرفی و به کارش آغاز کرده است. با نقل از باشندگان این ولایت مولوی ذبیح الله حسینی فارغ مدرسه است و بدون داشتن گواهی نامه فراغت از مکتب در یک دانشگاه خصوصی در جوزجان مشغول تحصیل است. باشندگان این ولایت افزودند که حسینی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به حیث رئیس مالی و اداری دفتر والی جوزجان تعیین شده بود.